بسم الله الرحمن الرحیم. از این 114 سوره بعضی از سوره هاش با حروف مقطعه هست، مثل سوره جاسیه که امروز شروع شد، حامیم، سوره بقره الف لام میم، صاد قاف. خیلی معنا گفتن که این چی میخواد بگه. در تفسیرها نظریات مختلفی نقل شده. بهترین نظریه که من به دلم چسبید و دلیل قرآنی هم داره، سوره اگر نمیدونم سوره شوراست، یکی از سوره میگه حم میم عین سین قاف، آدم بیشتر گیج میشه که یعنی چه. بعد میگه گیج نشه، کذالک یوحی، یعنی وحی ما از همین حروف هاست. مردی بیا از همین حروف ها تو هم بساز. ما از خاک چی درست میکنیم؟ خش، آجر، سفال، سرامیک. خدا از خاک چی درست میکنه؟ چند هزار رقم میوه و برگ و مزه و ترش ترش میخوای لیمو ترش، شیرین شیرین میخوای خورما و توت، ترش شیرین میخوای انار و پرتقال. یسقا به ما ام واحد، نه آب مزه داره نه خاک مزه داره، ولی انواع رنگ ها و مزه ها و ویتامین ها تو همین کناره هم هست. یسقا به ما این واحد. ما از حروف قرآن درست کردیم. عرض کنم که آقا بذارید حرفم رو بزنی. تم شد؟ حامیم قرآن از همین حروفه. حالا ما چطور قرآن اعجازش رو بفهمیم؟ قرآن یه مرتبه گفته یه کتاب بیارید، فعتو به کتابن، عربی هایی که میخونم قرآن فعتو به کتابن، یعنی یه قرآن بیارید. بعد یه قرآن 114 سوره میگه 104 سوره شو بخشیدم. یه جای دیگه قرآن میگه فعتو به عشر سابر، 10 تا سوره بیارید. 10 تا سوره؟ میگه آقا فعتو به سورتن، یه سوره بیارید. خیلی تخفیف دادستان، 114 سوره نمیتونی، 10 سوره نمیتونی، یه سوره. بعدم چهار دفعه سیخ میزنه، یه جا میگه این کنتم صادقین، اگر راست میگی، یه جا میگه ولن تستتو، تو که هیچی، جد و آباد آدم نمیتونه بیاره. لا یعنی هرگز، نه لن یعنی هرگز، نه لن تستتو هرگز نمیتونه بسه قرار میده. یه جا میگه که ودعو من استطعتم، دعوت کنید هر کسی میتونید، از همه دانشمندان کره زمین دعوت کنید. یه جا میگه ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ظهیر با زاد دستدار، یعنی پشت به پشت هم بدید، یعنی سه بار تخفیف میده. 114 سوره، دومشو بگید، 10 سوره، 1 سوره، سه تا تخفیف میده، 4 دفعه هم سیخ میکنه. ان کنتم صادقین، راست میگه، اگر راست میگه. ودعو من استطعتم، هر کس استطاعت داری دعوت کو بیاد. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، پشت به پشت هم بدید. ولن تستطیعوا، چیه قصه؟ حالا بعد تو به صورتن، حالا کوچکترین سوره رو میشون بیاریم، کوچکترین سوره سوره کوثر، سه تا بیشتر نداره، با بسم اللهش میشه 4 تا. کوچکترین سوره کوثر بیارید، یعنی همه جمشین. حالا ما عرب نیستیم، ما چقدر عرب کمونیست داریم؟ ما عرب داریم که زبون مادرش عربیه، و اصلا مسلمان هم نیست. خواهی اینا که زبون مادرشون عربه، ضد اسلام هستن. بعدم میگه اگر مثل سوره بیارید من بساتم جمع میکنم، لازم نیست جنگ بپاشد و نمیدونم بودجه بیزارید اونو جنگی بپا کند و حرفا. یک سوره مثال بود. من در تفسیر نور به سوره انا عطانا که رسیدم یه خود حساس شدم. تو ذهن من 82 نکته گیرم اومد از همین سه تا کلمه، پر از راز. اول گفته انا اعتینا، چرا نگفته انی؟
فرق بین کجاها خدا میگه انی کجا میگه انا. گفته اعتینا، چرا نگفته آتینا؟ جای دیگه قرآن میگه آتینا، الف و ت دو نقطه. آتینا رو دادیم، اعتینا یعنی عطا کردیم. فرق بین آتینا و اعتینا چیه؟ چند تا سوره با انا شروع شده؟ چهار تا. رابطه چهار تا چیه؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا، انا انزلناه فی لیلة القدر، انا ارسلنا نوحا، انا اعتینا کالکوثر. چهار تا سوره با انا، رابطه چهار تا چیه؟ تموم شد. بعد کوثر گفتید. تو قرآن یه کوثر داریم یه تکاثر، هر دوش هم از کثرته. از تکاثر انتقاد شده، الهاکم التکاثر. از کوثر هدیه شده، انا اعطیناک الکوثر. تمام کلمات این سوره منحصر به فرده. انا اعطیناه هیچ جای قرآن نیست، کوثر هیچ جای قرآن نیست، سلل ربکه هیچ جای قرآن نی، وانحر هیچ جای قرآن نی، شانه هیچ جای قرآن نی، ابتر هیچ جای قرآن نی. اصلا تمام این سوره همه حرفاش منحصر به فرده. خب حالا کوثر چی چیه؟ باید از سه آیه پیدا کنیم کوثر چی چیه. خلاصه ما یه مقداری وقت صرف کردیم، 82 تا نکته گیرم اومد که 30-40 تا شد تو تفسیر نور آوردم. ما نمیدونیم قرآن چی چیه، هیچ کس هم به آخرش نرسیده. ولذا علامه طباطبایی میفرمود تفسیر قرآن دو سال به دو سال بود عوض شد. یعنی درست مثل معماری، شما الان از این آجر اینجا رو ساختی، یه قطعه زمین بدی مهندس جور دیگه میسازه، برج هفتم جور دیگه میسازه، برج 22 جور دیگه میسازه، ولو آجر و سیمان آهن شکیه. ولی هی آدم چیز نو استفاده میکنه، چیز نو استفاده میکنه. دیروز داشتم تفسیر میدیدم، به این جمله رسیدم که حضرت موسی تحت تعقیب فرعون قرار گرفت، یه عامل نفوذی داشت تو دربار، آمد گفت موسی مشورت کردن بگیرن اعدام صحرایی، زود در رو فخرج، خارج شو از منطقه. فخرج منها، اونم رفت و از منطقه فرعون رفت منطقه مدین، و قبل از اینکه وارد شهر بشه دید یه جمعیتی دم چشمه بزغاله هاشون و گوسفنداشون آب میدن، دو تا دخترم کناره. حالا یه آدمی که خود جوون و فراری تحت تعقیبه، رفت پلو دخترها گفت خانم ها شما چرا کنارید؟ گفتن بابای پیری داریم نمیتونه چوبونی کنه، ما به جای بابا چوبونی میکنیم دو تا خواهرها، و ابونا شیخون کبیر، بابامون پیره نمیتونه چوبونی کنه. گفت گوسفندا رو به مدد من آبش میدم. اصلا نپرس دخترا پدرتون کیه، این دخترا رو شناخ ننشناخ. فسقا لهما، عربی ها که اونم گفتن سقایی که، برای دو تا دختر سقایی که بزغالهاشون آب داد، و دخترا رفتن باباشو گفت زود اومدی؟ گفتن یه جوانی اومد بزغالا رو گرفت، گفت برو بشو بیا. چوپونی دو تا بود، ولی اینجا وقتی میگه برو بگو بیا، به یه دختره گفت تو تنهایی برو، چون معلوم بود موسی کجاست، ولی چوپون بزغاله معلوم نه کجا میره، جای اگر نمیدونه کجا میری تنهایی نرو، اگر میدونه تا چند متریه تنهایی رفتی طوری نیست. گفت بابام میگه بیا، یعنی اگه دختر یه جوانی رو میخواد ببره خونه باید بگه بابام دعوت کرده، دختره دعوت نکنه. ان ابی یدعوک، بابام دعوت کرده. چه کار داره؟ لیجزیه، که میخواد جزا بده، میخواد پولت بده. چی مزه چی؟ اجر ما سقایت، یعنی اجر سقای، تو سقای کردی بزغاله رو آب دادی، بابا میخواد یه چیزی هدیه بده. از این معلوم میشه اگر یه کسی برای خدا کار میکنه شما پولش ده، نگید یه آدم داوطلب مخلصه، بابا داوطلب مخلصه تو بهش بده. موسی برای پول آب نداد، موسی خالص بود، اما شعیب پیغمبر بود، گفت درسته اون نیتش خالص است داوطلبانه، ولی تو یه چیزش بده. حالا چیزش بده، مزد کارگر. یه کتابی دارم می‌نویسم اقتصاد در قرآن، چه جوری مزد کارگر بدیم؟ از این آیه به چی در میاد؟ گفت که انی اورید ان انکه حکه، دوست دارم یکی از دخترام عقدت کنم. اول معلوم میشه که این که میگن دختر اولی بره بعد دختر دومی، یه حرف غلطیه. ممکنه دختر اولی شوهر نخواد، دختر دوم شوهر بخواد. بعضی زن نوبتی نیست، مثل زایمان. یه زن حامله میاد داشت که آقا شما برو اتاق 16، چون 15 تا قبل از تو باید بزن. بابا این تا برای 16 ممکنه زایدن نوبتی نیست. حالا جسارت بگم دستشویی هم نوبتی نیست. یکی ممکنه اسهال داره، برای تو صف خراب میکنه خودشو.
نبود یا نوبت ده. بعد چیز هست من داشتم نامه که یه جوان برادر بزرگ مانع شده، برادر کوچیکان زن بخوان، برادر بزرگی هم ازدواج نمیکنه، این مانع شده مون. گفت احد ابنته، یکی از دختران بد میدم، اگر دوماد خوب گیره تو من زشت نی. آخه آدم بعد میگه که زشت من بگم بیاد خواهر منو بگه دخترمو بگه، نه زشت نیست. من آیت الله سرق دارم که رو منبر گفت من چند تا دختر دارم، خواستگارتون رو بفرستید، مادرتون بفرستید، اگر پسندیدید بگید. من رو منبر گفت. یه کسی هم از دونه درشتای شهیده، حالا نگم اسمشو، از دونه درشتای شهید به یه جوان گفت به مادرت بگو بیاد خواستگاری دختر من، اگر پسندیدید من حرفی ندارم، شما دوماد من بشید. تو اگر دوماد مثل موسی گیره تو من، پیشنهاد از طرف عروس باشه. اگر دوماد موسی بودم، اگر دوماد موسی بودم، آره بالاخره اومد و گفت یکی از دختران بدن خواه مهریه ندارم، چوپونی کن، لازم نیست مهریه سکه و دلار باشه، 8 سال چوپونی ما باش. منتها بعد گفت اگر فان اتممت عشرا، اگر یه 8 سال بکنی 10 تا، فمن اندک، اختیار به خود ده. از این مردم میشه تو مراسم بعد بارون پدر عروس مهر و پای بگیره، بعد به دوماد بگه میخوای اضافه کن اضافه کن. من میگم 14 سکه، حالا میخوای 20 سکه کن، من میگم 30 سکه، میخوای 40 سکه کن. یعنی برخلاف الان عروسونا مهر و بالان برن، دومادونا چونه میزنن بیان پایین. قرآن میگه نه، یه کف را پدر عروس تعیین کنه، به دوماد بگه اگر میخوای اضافه کنی تو اضافه کن. مراسم بله برو کار نداریم. از این استفاده کردم که در کارگر اگر میتونید یک مزد دائمی بدید امنیتش تأمین شد. گفت بیا تو خونه خودم، تحت تعقیب فرعون نیستی، اینجا دیگه منطقه مدین دور از منطقه فرعونه. امنیتش درست شد، مسکنش درست شد، همسرش درست شد، شغلش هم درست شد، چوپونی مهریه خانمش هم از همون پول چوپونی کمش میذاره. البته الان چوپون ما چقدر میگیره؟ نرخ چوپون دارید؟ به نظر ما 3-4 تومن بگیره. حالا اگر ما 3 تومن حساب کنیم 10 سالش میشه 36 میلیون، 1 سالش میشه 36 میلیون، میشه 360 میلیون. تازه گفت ما تعاونی حساب کردم و ما اورید و ان اشق علیکن موسی، نخواستم به درد سر بیفته، ارزو حساب کردم. یعنی یه پیغمبر دیگه مهریه گرفت 360 میلیون به پول ما گرفت. کار نداریم. این که مزد کارگر، آخه میگن یکی سر دوستش نداری مایی بش بده، میخوره میخوابه. اگر دوستش داری تور بش بده، خودش برای مایی بگیره. اگر خیلی دوستش داری تور بافی یادش بده، یعنی شغل کلیدی. مزد کارگر یک کار داری. آقا شما کار بکن عوض این یه مزد دائمی که این دیگه لاستیکش از جوب بیاد بیرون خودش بره. وگرنه حضرت شعیب میتونه بگه چقدر وقت چوپونی کرد؟ نیم ساعت. خیلی خوب، نیم ساعت چوپونی کرده، یه نیم کیلو نون یه خودم خورما برده بهش بده دیگه، هم زنش بده سو، هم شغلش بده سو، هم امنیتش بده سو. اگر میخواید موز بده یه کار کلیدی بکنید، یه کار مهمیه. میان پلو من میگن آقای غلطی یا استخاره کن با تسبیح. میگه آقا تسبیح که دیگه کارشناس ما دونار میشودی، 3 تا صلوات فرستی، یه مش دونه میاری، بعد دو تا رد میکنه، یکی بخوب دو تا بود بعد تا آخر عمر دیگه میگه نمیخواد پلو آقا استخاره کن. آقا پلو استخاره مال استخاره قرآنی ام، اونم برای که مثلا دل وافسه که قرآن کج بفهمه دیگه. استخاره تسبیحی که دیگه کارشناس نمیخواد. یکی سه بار منبر گفت همت کنید صلوات بفرستید، پایین منبر گفت آقا جون صلوات که همت نمیخواد، اللهم صل علی محمد. میگیم بخیر اللهم صل علی محمد. میگیم میخوای کوه هیمالیا بکنیم که همت کنیم؟ بله. اومد پلو یکی گفت آقا استخاره کن. گفت نیت داری؟ گفت نیت چم خودت بکن. یعنی بعضیا دیگه تو جنازه فقط نش میشن، یعنی حاضر نیستن یه لحظه. بله. به هر حال حروف مقطعه معناش اینه کذالک یوحی، این ها میم این سین قاف. چی میگی خدا؟ یا میگه هیچ وحشت نکن، کذالک یوحی وحی ما از همه حروفا. ما از همه حروفا قرآن درست کردیم، شما از این حروفا یه مقاله بنویسید چی می‌نویسید. و السلام علیکم و رحمت الله.